بسم الله الرحمن الرحیم. دانش آموزان عزیز پایه پنجم، با مرور فصل صفحه 102 در خدمتتون هستم. فرهنگ نوشتن. سوال 1: چرا 16 و 600 و 600 هزارم با هم مساویان؟ توضیح دهید. خب دانش آموزان عزیز، من میتونم اعدادو به کسر تبدیل کنم و تا جایی که امکان داره بیام اینا رو ساده کنم. 6 دهم برابر است با 6/10. اگه صورت و مخرج رو به 2 ساده کنم میشه 3/5. 60 صدم برابر است با 60/100، که اگه به 20 ساده کنم صورت و مخرج رو، تقسیم بر 20 هم تقسیم بر 20، حاصل میشه 3/5 یا 600 هزارم. صورت و مخرج رو بیام تقسیم کنم به 200 مساوی میشه با 3/5. همه این اعداد همون 3/5 هستن، پس با هم مساوی هستن. سوال 2: برای انجام دادن جمع و تفریق دو عدد اعشاری به چه نکته هایی توجه می کنیم؟ توضیح دهید. خب ابتدا سعی می کنیم ممیز ها زیر هم و اعداد مرتبه عدد ها زیر هم نوشته بشه، پس سعی می کنیم ممیز ها و اعداد هم مرتبه زیر هم نوشته شوند. به هر عددی که رقم‌های صدم یا هزارم هزارم نداشت از صفرهای بی اثر یا بی تأثیر استفاده می کنیم. خب و سپس حاصل رو به دست بیاریم. سوال 3: توضیح دهید که چگونه دو عدد اعشاری را در هم ضرب می‌کنیم. خب ابتدا اعداد را بدون ممیز در هم ضرب می‌کنیم. سپس به ازای مجموع اعداد یا ارقام
ارقام ارقامم بچه بهتره که بگم تعداد مجموع تعداد تعداد ارقام بعد از اعشار ممیز میزنیم. به عنوان مثال 3.25 میخوام سبدر 4/10 بکنم. خب ابتدا میام اعدادو بدون ممیز می نویسم، یعنی 325 ضرب در 4، 4 5 تا 20، 4 2 تا 8 تا و 2 تا 10 تا، 4 3 تا 12 تا و 1 13 تا، پس میشه 1300. 1 2 و 3 رقم ممیز، 1 2 3 رقم ممیز، بعد ممیزو میزنم، پس میشه 1.300.000. تمرینات صفحه 102. سوال 1: در هر مورد کدام نوع نوشتن رایج‌تر است؟ آن را رنگ کنید. دمای اتاق 28.4، 28.4 است، پس 28.4 رایج تره و قسمت بعد 1/4 یا 25% از گونی برنج مصرف شده. بچه 1/4 رو ما به کار میبریم بیشتر موقع ها. آقای دیانت 1/5 یا 2/10 مال خود را به عنوان خمس پرداخت، پس 1/5 رو برای خمس به کار میبریم. قد عمو 1.76 متر یا 1.76 متر است. 1.76 متر رو استفاده می کنیم. سوال 2: عدد 3.159 را به حروف بنویسید. پس عددش میشه 3.159 به حروف نوشته شد. این عدد بین کدام دو عدد صحیح قرار دارد؟ بین 3 و 4. به کدام عدد نزدیکتر است؟ به عدد 3 و 4 نزدیکتره. گسترده این عدد را بنویسید. پس 3.159 مساوی است با 3 به علاوه 1/10 به علاوه 500 به علاوه 9000. اینم به صورت گسترده هستم. سوال 3: جای تقریبی عدد 4.256 را 256000 را روی هر یک از محورهای زیر مشخص کنید. خب بچه ها 4.256، بعد از ممیز به 2 نگاه میکنم میبینم که به 4 نزدیکتره 2/10، پس جای عدد حدوداً این نقطه میشه، یعنی به 4 نزدیکتر هستش. چهار ممیز 256000. یک کمی تقسیم بندی همون کوچکتر شده، یعنی ریستر شده، بین 4 تا 5 10 قسمت شده. این دفعه به رقم 5 نگاه میکنم، پس 4.256 تقریباً
از نصف یک کم جلوتره به سمت عدد 4 و 3 دهم. پس از نصف یک کمی میریم به سمت عدد 4 و 3 دهم. اینجا میشه عدد 4.256000. و دقیق تر باز میشیم، 4.256000 بین 4.25 یا 4.250000 و 4.260000 قرار داره که بازم تقریبا از وسط یکم جلوتره که جای این نقطه اینجا مشخص میشه، تقریبی هستش. سوال 4، در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید. بچه گسترده عدد نوشته شده، ما باید عدد رو بنویسیم. 5 1 5 تا، پس یکان 5 هستش، به ممیز رسیدم، ممیز رو میزنم. 6 تا 1 دهم میشه 6 دهم، پس 6 دهم داریم. و 3 تا 1 صدم که میشه 3 صدم. و 9 تا 1 هزارم که میشه 9 هزارم. پس عدد بوده 5.639000. خب عدد پایینی 23.48000 رو باید به صورت گسترده بنویسیم. پس 2 ضرب 10 بوده، 2 تا 10 تایی داشتیم یا 10 گان. 3 تا 1 رو خودش نوشته و 10 نداشتیم. 4 تا 100 داشتیم و 8 تا 1000. 8 ضرب 1 هزارم که میشه 8 هزارم. سوال 5، در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید. 2.9. پس بعدش میشه 2.91، 2.92، 2.93، 2.94 و 2.95. 2.95 96, 97, 98, 99 2.99 100. 3.100, 3.200, 3.300. مجدداً 400، 500، 600، 700، 800، 3.8 100. و سوال 6، از کوچک به بزرگ مرتب کنید. 36000، 3.61، بعدیش 306، بعدیش 36000 و قسمت بعد 3.35 که 3.35 با 3.6 یکی میشه و 3.6، 3.6 هم که مساوی است با 1.2، مساوی با 0.5. خب پس کمترینش 36
هزارم، بعد 36 صدم، بعد 5 دهم، بعد از 5 دهم 36 دهم، بعدش 361 صدم، بعد از اونم 306 از کوچک به بزرگ نوشته شد. سوال 7. ابتدا حاصل تقریبی عبارت‌های زیر را به دست آورید و سپس آنها را به طور دقیق محاسبه کنید. در آخر دو عدد به دست آمده را با هم مقایسه کنید. خب پس بچه ها تقریبی شو در نظر میگیرم. 5 ممیز 298.5 میگیریم به علاوه 13 به علاوه 4، پس میشه 18 به علاوه 4 تقریبا 22. به صورت اعشاری زیر هم اگه بنویسم حاصلش میشه 22.5. عدد بعدی به صورت تقریبی 17 منهای 4 که جواب تقریبا میشه 13. اگه زیر هم بخوام بنویسم و اعشاری از هم کم کنم 17 و 3 دهم دو رقم صفر باید بذارم، منهای 4 ممیز 156 که اگه از هم کم کنیم از 3 باید قرض بگیرم، 10 دوباره قرض میگیرم، 9 آخرشم 10 میشه 4 1 ممیز 7 که از 4 کم کنم 3 1، 13 ممیز 144. این میشه دقیقش. دوباره 4 و 8 دهم ضرب داره 3، پس 4 و 8 دهم تقریبا 5 میگیرم، ضرب داره 3 بشه میشه 15 و حاصل ضرب رو دوباره براتون توی تخته وایت بورد ضرب میکنم تا ببینیم. خب حاصلش رو میخوایم به دست بیاریم ببینیم چند میشه. 3025 ضرب داره 48، ممیز ها رو برداشتم ضرب میکنم و در انتها به ازای مجموع تعداد ممیز ها ممیز در حاصل ضرب قرار میدم. 8 5 تا 40 تا، 8 2 تا 16 تا و 4 تا 20 تا، پس 0 2 میره، 8 0 تا 0 تا میشه به علاوه 2 2، 8 3 تا 24 تا. رقم 10 4 رو میرسم، پس یه 0 مینویسم و یه رقم میام عقبتر، 4 5 تا 20 تا، 4 2 تا 8 تا و 2 تا 10 تا، 4 0 0 با 1 میشه 1، 4 3 تا 12 تا. پس 0 0 2 جمع میشن، 4 و 1 5 2 2 4 و 1. حاصلش پس میشه 1 4 5 2، دو رقم صفر. خب چند تا ممیز دارم؟ 1 2 3 تا ممیز تو این عدد هست، یه دونه هم اینجا 4 تا، 1 2 3 4 از سمت راست، بعد ممیز رو میزنم، پس حاصلش میشه 14 ممیز 52 صدم یا 5200 هزارم. پس حاصل شد 14 ممیز 52 صدم که 2 تا 0 بعد از عدد هم تأثیری نداشت، به تعدادش ممیز خورده بود. سوال 8.
هر کدوم از عددهای زیر چند برابره؟ 427,000 است. بچه سال 8 صفحه 103. پس میخوام ببینم 42/7 چند برابره؟ 100 برابر 0.427 است. خب با ضرب که راحت حاصل به دست میاد. اگر میخواستم از تقسیم هم استفاده کنم، چهل و دو ممیز هفته هم یا 427 رو تقسیم میکنم به 427,000. عدد اول خودش نوشته میشه، تقسیم به ضرب تبدیل میشه، عدد دوم بچه ها معکوس میشه. حالا تا جایی که میتونم ساده میکنم. 427 با 427 ساده میشه، 10 هم با 1000 که میشه 100. پس 100 برابر شده. این دو روش، هم میتونم از ضرب استفاده کنم، هم میتونم از تقسیم که ببینم چند برابر شده عدد. خب عدد بعد 0.427 ضرب داره چند شده که حاصل شده 4.27. خب بچه ها باید عدد ضرب داره 10 شده باشن، پس ضرب داره 10، یا اینکه 4.27 تقسیم بره 427,000. عدد اول خودشو می نویسم، تقسیم به ضرب تبدیل میشه، عدد دوم معکوس میشه. 427 ساده میشه، 100 با بس 10 برابر شده. عدد بعد 427,000 ضرب داره چه عددی شده؟ شده 4,270. بچه ها 10,000 برابر شده، پس ضرب داره 10,000 شده، که هم ممیز ها از بین رفته هم یه عدد بهش اضافه شده. خب پس 4,271 رو تقسیم بره 427,000 میکنم ببینم چند برابر شده. پس 4,271 ضرب داره 1,427 که 427 با 4,200 ساده میشه 10 تا 1,000 میشه 10,000. 10,000 برابر شده است. خب و عدد آخر بچه ها
4270 427 هزارم ضرب داره چه عددی شدش که شده 427 یا 427 یکم ضرب داره تقسیم بره چهارصد و بیست و هفت هزارم که ببینم چند برابر شد. خب اولیش و چون ممیزه کلن از بین رفته پس هزار برابر شده یا چهار هزار و دویست و هفت و دیگه ضبط داره هزار چهارصد و بیست و هفت چهارصد و بیست و هفت یکم ضبط داره هزار بر روی چهارصد و بیست و هفت ساده میکنیم 427 با 427 میره پس حاصل میشه هزار هزار برابر شده. نداریم ورق ورق میکنیم ورق اول تموم شد ورق بعدی حالا بعداً عرض میکنیم اگه وقت بود چرا فوتوکوپی نمیگیریم چرا کل کتابو با هم کار نمیکنیم بعداً که تموم شد شما میبرید اینو سیم یا صحافی کار کتاب انجام بدید یه کتاب دیگه میگیرید. توجه فرمایید درس نهم همون اجرای درس هشتم به صورت لگاتو یعنی پیوسته. حالا دیگه ر دو می دو فا دو سول دو لا دو لا دو سول دو فا دو می دو ر دو دو دیگه نمیگیم ر دو می دو دیگه مقطع مقطع اجرا نمی کنیم. ابتدای نفس میگیریم از ابتدای خط تا انتهای خط اتصال بعد هم خط اتصال بعدی. درس ده استاگاتو تمریناتو گفتیم دو می ر فا می سول فا لا لا فا سول می فا ر می دو دو از سیای یک ضربیه. سعی بکنید لگاتوش رو انجام بدید. در هر جایی که نفستون تموم شد وای میسیم زد در باله و قسمت بعدی. درس 11 باز هم میزان دو چهارم در هر میزان دو ضرب و در هر میزان ما الان چهار تا چنگ داریم هر چنگ معادل نیم ضربه. توجه فرمایید حالت استاکاتو. درس 12 همون اجرای درس 11 است به صورت لگاتوه. یعنی توجه فرمایید می دو هر چند معادل نیم ضربه. یعنی شما اگه بتونید صفحه قبل دقیقه هفته در رو تمرین بکنین هر شب تمرین بکنین در اجرای درسی ادا مشکل هست ولی نه به مشکل شروع کردن ابتدا پایمون پایه رو حتما شما خیلی زیاد روی این پایه کار بکنین روی همین درس اول تا هشتم. حالا درس 13 هم حالا ما استاکاتو اجرا میکنیم بعد خودتون لگاتو اجرا بکنین. دو دو چهار چهارم در هر میزان چهار زد و در هر میزان ما الان چهار تا سیا داریم هر سیا معادل یک زن دو فا ر سول می لا
لا سول لا می سول ر فا دو دو. پس دو فا ر سول می لا لا می سول ر فا دو. دست چهارده استاگاتو. از نو اجرا میکنیم. در دست چهارده دو آخر سیاه تک ضربیه، با دو آخر دو یک میزنه و آخر ضربه یکی مانده و آخر سیاه یک ضربیه و سفید دو ضربیه. اینا رو به هم وصل نمی کنیم، دو رو میزنیم بعدا دو بعدی رو میزنیم. حالا در درس 15 همون اجرای درس 14 به صورت لگاتو، در این حالت دیگه دو ضرب میزان یکی و آخر یا ضرب آخرین ضرب میزان چهارم که بخواد وصل بشه میزان پنجم به هم وصل میشن، که این قاعده رو بهش میگن سنکوب، یعنی وصل شدن ضرب قوی به ضرب قوی، ضرب ضعیف میزان قبل خیش. حالا توجه بفرمایید. درس 16. در درس 16 ما قبلا عرض کردیم خدمت شما وز کردن نوتای غیر همنام خط اتصاله. در درس 16 ما بخوایم دو تا دو رو، دو تا دو چنگ سیلاب کوتاه توجه فرمایید، میزان دو چهارم در میزان دو ضرب، و در درس 16 میزان سوم یعنی خانه سوم یه علامت داریم بعد از نوت سیاه می، این نشانه سکوت یک ضربی. سکوت هم در موسیقی داره شامل نوت میشه. حالا سکوت هم چهار ضربی داریم، دو ضربی داریم، یک ضربی داریم، نیم ضربی داریم و دو یک چهارم ضرب و یک هشتم ضرب، و این سکوت سکوت یک ضربیه. توجه بفرمایید درس 16 بخوایم دو رو اجرا بکنیم در حالت لگاتو به این حالت در میاد، دو تا چنگ رو در حالت استاگاتو ما اجرا بکنیم. حالا در حالت لگاتو یعنی سیاه شنیده میشه. اگه ما بخوایم این سیا رو جدا بکنیم در حالت لگاتو که اینا دو تا چنگه، باید از اشاره استفاده بکنیم. اشاره یعنی چی؟ اشاره یعنی به نوت بالاتر اشاره میکنیم و ما بین دو تا نوت همنام مثل در 16 یه علامت تهی در زیر خط اتحاد قرار میدیم، یعنی میشه دو ر دو 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 ر دو ر می ر می فا می فا سول فا سول لا سول. ما بین اون قسمتی که قراره قسمت بشه یعنی چنگ اول تا اون گره، ما بین اون چنگ ها ما چیز رو اجرا میکنیم، اشاره رو اجرا میکنیم. توجه فرمایید به درس 16. سکوت، پس سکوت یک ضربی. حالا دقیق بازم توجه فرمایید. پس چنگ ها، پس اشاره ها به نوت بالاتر ما اشاره میکنه. بعد از تمرینات ما میایم بر روی اولین آهنگمون تصنیف لیلی لیلی محلی کردیه. در تصنیف محلی شور محلی کردی توجه فرمایید یه علامت داریم بهش میگن علامت های ارضی. بعد از کلید سرد یه علامتی داریم به نام مثل پرچم و یه بی بر روی خط سوم، این یعنی سومین خطمون سی بموله، اون علامت بمول. حالا خدمت شما عرض میکنم بمول کرون فلان یعنی چی، و بر روی بالا علامت پرچم که یکی از بنیانگذاران موسیقی هنرستانهای موسیقی شرقی جناب رحمت الله استاد عبدالنقی وزیری اینا رو ابداع کردن، کرون سوری مختص موسیقی شرقیه، یعنی کرون صدا رو ربع پرده کم میکنن. حالا عرض کنه خدمت شما علامت های تغییر دهنده سی بمول و می کرون، نشانه شور ر
حالا ما آواهای موسیقی دستگاه های زیادی داریم. ر ابو عطا، عرض کنم خدمت شما، شور ابو عطا، بیات ترک، افشاری، دشتی، شوشتری، همایون و و و و و در این اجرای لیلی لیلی پایمون با ر شروع میشه، با ر هم تموم میشه. به این میگن شور ر با علامت عرضی سی به مول و می کران. شور چپکوک ر، چپکوک به معنی خواننده زنه و راستکوک به معنی خواننده مرده. در شور ر چپکوکه، یعنی بیشتر این کوک شامل اجرای خوانندگان زن میشه به خاطر زیر بودن و بالا بودن صدا. و حالا کرون، علامت های تغییر دنده که در پشت خط امال قرار میگیری، کرون شامل بکار یعنی صدای طبیعی نی، بکار یا همون نایچر طبیعی، و کرون، کرون یعنی صدا رو نیم پرده ما کم، ربع پرده کم میکنیم، و بمول یعنی صدا رو نیم پرده کم میکنیم. حالا بعدا دیاز سوری رو در شیشه خدمت شما عرض می‌کنم. حالا توجه فرمایید بکنن. در نه دومین سوراخ خودش کرونه. این بود که عرض کردیم در اجرای تمرینات بر روی این سوراخ، سوراخ نی بیشتر بدمین که صدا به حالت بکار در بیاد. حالا توجه بفرمایید به صدای بکار. به کرون در شور. برای اجرای شور بود. حالا ما این صدای طبیعی نوت می بود، حالا میخوایم اینو بیشتر پف کنیم به بکار، به صدای طبیعی نوت همون بکار برسونیم. در این حالت اجرای سازمون به ماهور دو تبدیل میشه. و بمول، بمول یعنی صدا رو نیم پرده ما کم میکنیم. پس کرون صدای طبیعی و صدای بیشتر فقط در می به این حالته. در نوتهای دیگه این صدا کاملا طبیعیه، مثلا در ر بکاره. فقط در نوت می صدا کرونه، برای بیشتر رسوندن به بکار بیشتر پف میکنیم. و کرون هم عرض کردم خدمت شما و بکارم بیشتر میدمیم و یه علامه داریم به نام بمول. حالا اینجا در سی بمول توضیح دادم، من در خود می بمول برای شما توضیح میدم. بمول یعنی صدای نوت رو نیم پرده کم میکنیم. توجه فرمایید. حالا میان لیلی لیلی رو اجرا میکنیم. مترونوم 76 دستگاهی دارم به نام مترونوم که اینو بر روی 76 قرار میدیم و زمان و موقعیت ضرب به ما نشون میده که در چه سرعتی ما اینو ضرب بگیریم و به صورت هدفون و در کارهای دیشی به صورت هدفون در گوش ما قرار میداده. امروزه دیجیتالیه، قبلا به صورت تاندومی بود. حالا توجه فرمایید، شما در همون ثانیه یک ضرب بگیرید. پس اجرای شروع، میزان دو چهارم در هر میزان دو ضرب و علامت ها رو عرض کردیم به نام علامت های تغییر دهنده، علامت های عرضی که در بعد از کلید سول قرار میگیره و نشون میده به ما این مد یا این اشکال نوتا در چه مایهی قرار میگیره. حالا این در مایه شور قرار گرفته، شور ره، شور ره. بعد از خط حامل میزان سوم یه علامت دولاخط دو نقطه داریم، دولاخط، دولاخط برگشت. یعنی شما برگشت کنید از ابتدای مقصد. مقصد ما این شامل دولاخط، یکی به معنای مقصد و یکی به معنای مبدأ. و در این دولاخط
به معنی برگشت. حالا ما مبدع نداریم، مقصد داریم، یعنی شما برگشت کنید. در زمانی که ما مبدع نداشتیم، از ابتدای خط حامل برگشت میکنیم و در انتهای خط حامل دومی علامت دلاخط داریم از ابتدا، از مبدع. از مبدامون میشه میزان چهارم خط اول و به همون ترتیب در قسمت آخر بازم برگشت از مبدع، یعنی همون ابتدای خط حامل سومی. درس 18 ما کشش نوت‌ها رو خدمت شما عرض کردیم. در درس 18 هر چنگ معادل نیم زرده. حالا این چنگ نقطه داره، نقطه صدای نوت نیم برابر یک دوم یا نصف کشش نوت اصلی بیشتر می‌کنه. یعنی چجوری؟ توجه فرمایید، سفید برابر با دو زرده. حالا ما اگه یه نقطه جلوی سفید قرار بدیم، جلوی نوت سفید قرار بدیم، نصف دو میشه یک، میشه سه زرد. حالا سیاه یک زرده، اگه یه نقطه جلوش قرار بدیم، نصف یک زرد میشه نیم، نیم به علاوه یک میشه یک و نیم زرد. حالا چنگ معادل نیم زرده، اگه ما یه نقطه جلوش قرار بدیم، نصف نیم زرد یا همون نصف دو چهارم زرد میشه یک چهارم زرد، میشه سه چهارم زرد با هم. یعنی چنگ نقطه دار معادل سه چهارم یا 75% زرده. حالا نوت بعدیش در درس 18 یه علامت به قول معروف دندونه ای داره، به اون میگن دولاچنگ. دو تا حالت دولاچنگ بهش میگن که اون حالت نماد دولاچنگه و نماد اولی به صورت همون چنگه. پس چنگ اول معادل 75 یا 3/4 ضربه و نوت بعدی دولاچنگه. حالا ما اینو چجوری اجرا میکنیم؟ توجه بفرمایید به اجرا. به این حالت میشه دو دو، پس عرض کردیم 3/4 ضرب برای دو اولی و 1/4 برای دو دومی. دو دو ره ره می می فا فا سول سول لا 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 سول سول. توجه فرمه زر دو دو، این کفای زمین، این کف پای شما که زر میگیری. دو دو. حالا دیگه ما این به حالت به این حالت برای شما تشریح میکنیم که شما این حس بکنید این کشش ها را، ولی در موقع ضروری شما پایتون به این حالت قرار نمیگیریم. دو دو شما اجرا میکنید زر با هماهنگ بالا، یعنی جا بیفته تو بدنتون، تو روی سازتون. پس توجه بفرمایید درس 18 میزان دو چهارم. از نو اجرا میکنیم. درس 19 عکس درس 18، یعنی دولاچنگ اوله و بعد از این چنگ نقطه داره. یعنی به این حالت دو دو ره ره دو دو، یعنی نوت اول 25 یا 1/4 ضربه و چنگ دومی 3/4 ضربه که با هم میشه یک ضرب. پس میشه دو دو ره ره، دیگه تموم شد، دیگه جا افتاد. حس کردین دو دو ره ره می می، تو ذهنتون اینو قسمت میکنین، ضربتون قسمت میکنین. توجه فرمایید. و در خط حامل بعدیش، خط حامل دومی درس 19 میشه 4 تا دولاچنگ قرار دادن. لا سول فا می فا می ره دو، لا سول فا می، یعنی در هر دولاچنگ معادل 1/4 ضربه و 4 تا برابر با یک ضرب. 1 2 3 4، 1 2 3 4، تا نا 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 تا نا 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 نا. توجه فرمایید درس 19. درس 20 در پایین خط حامل درس 20 عدد 1 داریم، یعنی فاز اول، یعنی از ابتدای 20 ما میزنیم درسو، رسیدیم به فاز اول یا همون علامت 1، اینو اجرا میکنیم. از دولاخط برگشت استفاده میکنیم در ابتدای خط حامل، در ابتدای خط حامل. باز هم درس 20 رو اجرا میکنیم. در دور دوم دیگه ما فاز یا قسمت اولو که قبلا زدیم نمیزنیم، قسمت دومو میزنیم و قطعه رو تموم میکنیم. توجه فرمایید به صورت استنباطی. سکوت یک ذره برگشت.
پس در درس 20 یک چنگ و دو تا دورا چنگ، یعنی نیم زر برای چنگ اول و نیم زر برای چنگ دوم، پس میشه ر دو دو، ر دو دو، می دو دو، فا دو دو، سی دو، فا دو دو، سول دو دو. در این حالت ر دو دو، می دو دو، فا دو دو، سول دو دو، لا دو دو. درس 21 تکرار همون درس به صورت به حالت دیگه. حالا ما درس 21 هم لگاتو هم استفاده اجرا میکنیم. در درس های شما سعی کنید حالت لگاتوش هم اجرا بکنیم. درس 21 میزان 3 چهارمه. در اینجا 3 چهارم در هر میزان 3 ضربه، قوی، ضعیف، ضعیف، تن نن نن، تن نن نن، یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه. مف او لون، 4 سیلاب بلند. درس 21 برگشت. درس 21 سفید نقطه دار. هر سفید معادل دو ضرب و سفید نقطه دار آخر نقطه توقف برابر با 3 ضربه. حالا شما میتونید 3 ضرب یا عرض کردن در خط توقف نقطه توقف شما میتونید 1 تا 2 برابر اینو بکشید. درس 22 میزان 2 چهارمه. دو تا دورا چنگ داریم، هر دورا چنگ معادل 1 چهارم ضرب، دو تاش میشه نیم ضرب و چنگ بعدی معادل 1 ضرب، نیم ضرب، نیم ضرب و نیم ضرب برابر با 1 ضرب. توجه فرمایید به درس 22. درس 22 مشکل این یک میزان با آخر که از دوره چنگ استفاده کردن، لا سول فا دو ره می فا سول، اینو باید دونه به دونه با نفس بزنیم، یعنی وصل نمی کنیم، این لگاتوه، وصل نمی کنیم، نوت به نوت. پس عرض کردیم استفاده یعنی برای هر نوت یه نفس. حالا در قسمت های دیگر رو که ما به صورت لگاتو اجرا نکنیم، شما سعی کنید خودتون به صورت لگاتو اجرا بکنید. درس بعد از این تمرینات که خدمت شما ارائه شد، عرض کردیم برای هر ورق باز هم عرض میکنیم، دوستانی که کتاب قدیمی در اختیار دارن، چاپای قدیم در اختیار دارن، یعنی چاپای قدیم همه یه طرحه، چاپای جدید هم همین طرحه، ولی اینو میتونن ورق به ورق، دوستانی که به هنر آموز، به استاد دسترسی نداره، اینا رو حتما برگ برگ کنن و هر برگی رو برای تمرینات یه هفته تا 10 روز برای خودشون قرار بدن. درس 23 همون شور باس، هم شور چپکوک ر یا همون شور ر، و علامت های تغییر دهنده همون می و کرون و سی بومل که نشانه شوره که من شما عرض کردیم به این حالت. پس ما سی نداریم، این لاه، پس میمون کرونه. بر روی ره قرار میگه، یعنی در شور اینا برمیگرده به دستگاه هایی که در زمان بار در زمان خسروانی باربود و نکیسه و بامشهر اینا میزدن که هر 12
ماه به صورت 12 دستگاه و 365 دستان بوده که برمیگرده به موسیقی، برمیگرده به تاریخچه موسیقی که این ردیف‌ها چجوری و این آواها چجوری به وجود اومدن. حالا شما نیازی نیست به این تئوری ها، فقط یه علامتی داریم که در درس 23 میزان سوم به صورت فلش در پایین قرار داره. این به معنی آکسان، در پایین هم توضیح داد، آکسان یعنی قوی تر، یعنی شدت بیشتر، یعنی با شدت بیشتر اون نوتو بیشتر از حالتی که نوتای دیگر اجرا کردین اجرا بکنید. حالا توجه فرمایید علامت هایی که قبلا استفاده کردین، به قول معروف اشاره و کلا علامت هایی که کارهای تمریناتی که انجام دادیم بر روی همین ملودی کاملا همه نمایان میشن. یعنی شما زمانی میتونید این ملودی رو کامل اجرا بکنید که درس های دیگه درس های قبلی رو کاملا اجرا کرده باشید. توجه به درس محلی کرمانشاهی شور. Thank you.